وزارت بازرگانی تأسیس بشه، هفته بعد زندگی مردم بهتر میشه، هفته بعد وضع بازار بهتر میشه. مبلغ 11 میلیارد و 574 میلیون و 663,800 تومان از 1,170 نفر شاکی کلاهبرداری شده است. عواملش رفته زیر گردن همسر من تاقو گذاشته، باید به رضای بگو بکشه کنار. در نیروی انتظامی و بخش‌های مختلفی در دولت و مجلس قوه قضاییه انشالله با همکاری بتونن یک کار متفاوت از قبل رو انشالله رقم بزنن، انشالله در کنار دیگر تلاش کنن که ما بتونیم جامعه‌ای برای از جرم داشته باشیم. مدارکی که دارم نشان می‌دهد به طور مشخص ولیعهد سعودی در این قضیه مسئولیت دارد. دلیل اصلیش هم این است که مقامات دخیل در قتل به صورت مستقیم به او گزارش دادند. دیشب توسط مردم این منطقه با پلیس تماس گرفته می شود که فردی در وسط خیابان و با حالت غیر عادی موجب مزاحمت مردم شده. ابتدا توسط مردم با او برخورد می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر باشه. خوش آمدین به 23. قبل از شروع خبرها به اطلاعتون برسونم در دهمین سالگرد خطبه تاریخی رهبر انقلاب در نماز جمعه 29 خرداد 88 سخنان پخش نشده ای از رهبر معظم انقلاب در خصوص فتنه 88 رو امشب در 23 با هم خواهیم دید. توقف برخی اقدامات هسته‌ای در چارچوب برجام، حداقل اقدام تهران. رئیس جمهور با اشاره به ضرب العجل برجامی شصوزه ایران هشدار داد اگه خواسته های به حق ایران تامین نشه، ایران اقدامات کاهشی جدیدی رو بر اساس توافق هسته‌ای شروع میکنه. در کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان برگزار شد. وقتی طرف مقابل نه تنها تعهدات خودش رو انجام نداده یا کاهش داده، روح اصلی برجام رو زیر علامت سوال قرار داده و اون تجارت آزاد ایرانه، روابط اقتصادی مناسب ایران با جهانه، گشایش بخش اقتصادی ایرانه. بنابراین هیچ کس نمیتونه به جمهوری اسلامی ایران اعتراض بکنه و یا ما رو مورد سرزنش قرار بده. ما طبق قانون در چارچوب مقررات داریم عمل میکنیم و البته اگر اهداف ما تامین نشه، باز اقدامات جدیدی رو انجام خواهیم داد که قبلا اعلام کردیم ما، مگر اینکه اونها برگردند به تعهدات خودشون. بازگشت وزارت بازرگانی به دولت موضوع دیگه‌ای که آقای روحانی در جلسه امروز هیئت دولت به اون اشاره کرد و گفت تشکیل وزارت بازرگانی میتونه به کنترل واردات و نظارت بر بازار کمک کنه. وزارت بازرگانی صادرات ما را رونق خواهد داد. وزارت بازرگانی واردات ما را درست کنترل خواهد کرد. وزارت بازرگانی بازار را به خوبی نظارت خواهد کرد. اگر امروز وزارت بازرگانی تأسیس بشه، هفته بعد زندگی مردم بهتر میشه، هفته بعد وضع بازار بهتر میشه و این مسئولیت مجلس شورای اسلامی است. ما صادر میکنیم تا زمانی که بازار ما در داخل دچار مشکل شد، اون وقت به فکر میفتیم که میگم آقا نمیدونم پیاز، سیب زمینی، گوجه، چی قیمتش خیلی رفت بالا، حالا بیایم جلوشو بگیریم. یعنی چوب خوردیم، حالا بحث پیاز بود، پیاز رو هم خوردیم. خب حالا این درسته واقعا؟ قیمت جنس که رفت بالا، شما فکر میکنید ساعت بعد میاد پایین؟ متاسفانه قیمت ها در بالا رفتن ماشین بسیار پرسرعتی هست، در بازگشت درشکه لنگه، نمیاد پایین. خب چرا ما این کاره میکنیم؟ به خاطر این که از قبل نمیتونیم برنامه ریزی کنیم. چرا نمیتونیم برنامه ریزی کنیم؟ چون متولی نداریم.
متولی این کار وزارت بازرگانی است و نیست. تازه ترین خبرها از طرح خونه دار شدن کارمندان حداقل بازپرداخت 15 سال. بعد از خبر دیروز رئیس جمهور درباره طرح دولت برای خونه دار شدن کارمندان، وزیر راه و شهرسازی امروز در حیات پاستور از جزئیات بیشتر اون رو نمایی کرد. اونطور که اسلامی گفته، کارمندان از بدو ورود در صندوق پسنداز مسکن که در دستگاه‌های اجرایی ایجاد میشه پسنداز میکنند و در یک زمانبندی مشخص منازلی که احداث خواهد شد به اونها واگذار میشه و اقساط تعیین شده هم حداقل در طی 15 سال قابلیت بازپرداخت داره. وزیر جهاد کشاورزی هم علت افزایش قیمت لبنیات رو بالا رفتن هزینه تولید دامداران دونست و گفت نباید انتظار داشت که دامدار محصولش رو زیر قیمت تموم شده عرضه کنه، چرا که در این صورت تولید میخوابه. سخنگوی دولت هم از دستور رئیس جمهور برای تسهیل رفت آمد گردشگران خارجی به کشور خبر داد. همه فرودگاه رئیس جمهور امروز دستور دادم که گردشگران خارجی بدون مهر فیزیکی و ثبت دست پاسپورت بتونن به ایران بیان. قوا دست در دست هم برای پیشگیری از وقوع جرم. در اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به میزبانی دستگاه قضا، رئیس قوه قضاییه بر همگرایی و همکاری قوای سگانه در پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت اصلاح ساختارها برای پیشگیری از وقوع جرم و ریشه‌کنی مفاسد الزامیه. جلساتی هم بوده، ولی این جلسه چون جایگاه قانونی داره باید به صورت فعال باشه. یقین میدانم که تلاش همگان انشالله در نیروهای مسلح، در برادران عزیز، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نیروی انتظامی و بخش‌های مختلفی در دولت و مجلس قوه قضاییه انشالله با همکاری بتونن یک کار متفاوت از قبل رو انشالله رقم بزنن. رئیس قوه قضاییه امروز دیداری هم با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس داشت. در این دیدار اعضای کمیسیون اصل 90 بر ضرورت نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها تاکید کردند و از آقای رئیسی خواستند روند رسیدگی به پرونده‌های ارجایی از این کمیسیون سریع‌تر بشه. رئیس قوه قضاییه هم از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به گزارش‌های کمیسیون اصل 90 خبر داد و در عین حال تأکید کرد تحقیق و تفحص‌ها و گزارش‌های کمیسیون اصل 90 باید از اتقان لازم و ادله کافی برخوردار باشه تا در مراحل دادرسی به نتیجه برسه. رئیس دستگاه قضا از آغاز بررسی‌های لازم در خصوص خودروسازان هم خبر داد. درباره وظیفه کمیسیون اصل 90 جالبه بدونید هر کس شکایتی از طرز کار هر کدوم از قوای مجریه، مقننه یا قضاییه داشته باشه میتونه شکایتش رو کتباً به مجلس بده و کمیسیون اصل 90 موظف شکایت رو پیگیری کنه و پاسخ بده. کیمیاگران قلابی در دام قانون. مؤسسان شرکت کیمیا خودرو که به اسم لیزینگ پولهای مردم رو به جیب می‌زدند برای محاکمه در دادگاه حاضر شدند. پرونده بالغ بر 111 جلد و دارای 15 نفر متهم که 8 نفر آنان متواری است و مبلغ 11 میلیارد و 574 میلیون و 663800 تومان از 1170 نفر شاکی کلاهبرداری شده است. هیچ قراردادی نه ایران خودرو، نه سایپا و نه ارزم به حضورتون پارس خودرو و نه کرما خودرو هیچ گونه قراردادی با متهمین نداشتن و متهمین هیچ گونه قراردادی هم با هیچ یک از بانک‌های دولتی جهت اینکه عنوان می‌کنن که در راستای تسهیلات وجود داره که بخوان شاکیان الباقی اقساط رو به صورت وام پرداخت کنن هیچ گونه قراردادی هم ارائه نشده. بعد از قرائت کیفرخواست چند نفر از شاکی‌ها پشت تریبون اومدند و از بلایی که کیمیا خودرو به سرشون آورده گفتند. نماینده شاکی ها از تهدیدهای مسئولان کیمیا خودرو برای عقب کشیدن شاکی ها هم گفت و گفت متهمان با اینکه بازداشت شدن اما همچنان در شرکت دیگه ای کلاهبرداری میکنن. عواملش رفته زیر گردن همسر من تاقو گذاشته باید به رضای بگی بکشه کنار. مستنداتش هست. گوشی موبایل من که اکساتی گرفته شده
کل مدارکایی که مالباخته ها برام میفرستن و عوامل اینا توی گروه ما بودن اومدن ازم دزدیدن. مالباخته ها از روی ناراحتی شدت اعصاب و روان بعد فوت شده داریم، طلاق گرفته داریم. شخص بنده خودم طلا فروختم، ماشین زیر پامو فروختم که به عنوان راننده توی یه شرکتی کار کنم. بنده به عنوان نماینده مالباخته ها ازتون عاجزانه خواهش دارم، اشد مجازات تک تک این عواملی که از یه شرکت در نیومده مجدد یه شرکت دیگر رو زدن. الان آواگستر خودرو الان بغل مترو همین اداره کار میکنه. گشت و گذار در کیش در دور همیگ فوتسالی شورای شهری ها. استاندار تهران از برگزاری مسابقات فوتسال اعضای شوراهای اسلامی استان تهران در جزیره کیش انتقاد کرده و گفته در شرایط فعلی اقتصادی کشور هیچ توجیهی برای برگزاری مسابقات اون هم کیلومترها دورتر از استان تهران پذیرفتنی نیست. بندپی گفته باید منابع مالی برگزاری این مسابقات شفاف بشه و از معاون عمرانیش خواسته با خاطیان برخورد جدی کنه. مسابقات فوتسال شوراهای استان تهران 20 تا 22 خرداد در جزیره کیش برگزار شد. از نبرد با اژدهایی که سد تولیدات دانش بنیان شده تا ممنوعیت ورود محصولات تولیدی مشابه شرکت‌های دانش بنیان. وزیر بهداشت در گرد همایی مدیران توسعه شبکه فناوری و رؤسای مراکز رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی از حمایت دولت از شرکت‌های دانش بنیان گفت. تنگناهایی که شما عزیزان برای ثبت محصولاتتون دارید، برای گشایش‌هایی رو و تسهیل‌هایی رو که نیاز دارید، بنده به همین دلیل به عنوان یک قرارگاه اسمش رو گذاشتم سازمان غذا و دارو رو، به دلیلی که دیدم که بعضی وقتا چه فیلترهایی متاسفانه ایجاد میشه برای عبور عزیزان. مثل این مارپله ها هست که بچه ها بازی میکنه میره بالای دفعه میفته تو دهن این اژدها، کلی دوره برمیگرده به خونه اول. ما داریم این اژدها رو جمع میکنیم. اجازه ورود هیچ محصولی رو به محضی که شرکت دانش بنیان اون مجوز و سرتیفیکیترش رو گرفت، ما دیگه اجازه ورود این محصول رو چه تجهیزات پزشکی، چه دارو، چه هر فرآورده‌ای به هیچ جا نمیدیم. این رو بعد بخشنامه کردم، محکم روش ایستادم. صبر ایرانی‌ها تموم شده. رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی فرانسه بعد از سفرش به ایران به روزنامه فرانسوی فیگارو گفته صبر ایرانی‌ها به خاطر برآورده نشدن انتظاراتشون از برجام تموم شده. ماریل دو سارنه با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و دیگر توافق‌های بین‌المللی گفته نمیشه که هر بار آمریکا از یک توافقی خارج میشه اروپایی‌ها هم دنبال روی این کشور باشن. خب در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم. بعد از اذان انشالله با ادامه 23 همراه شما خواهیم بود. از اینکه همچنان بیننده 23 هستین بسیار متشکر و ممنونیم. آمریکا چوپان دروغگو. وزیر خارجه اسپانیا میگه نمیشه به امریکایی ها اعتماد کرد چون اونها سابقه بدی در دروغگویی و اتهام زنی دارن. نمیتونیم کسی رو به عنوان مسئول حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان معرفی کنیم، چرا که سند و مدرک محکمی وجود نداره. کشورهایی که ایران رو متهم می‌کنند قبلا هم با اطمینان کامل از وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق سخن می‌گفتند که بعدها معلوم شد دروغ بوده. وزیر دفاع کشورمون هم با تاکید بر اینکه اتهام زنی آمریکایی‌ها به ایران بدون سند و مدرکی گفته اگر کاری رو انجام بدیم مسئولیتش رو میپذیریم. جمهوری اسلامی ایران یک کشور مقتدر هست، یک کشور قانونمدار هست، یک کشور مسئول هست و اگر کاری رو بخواد انجام بده حتما اون کار رو مسئولیتش به عهده میگیره، اعلام میکنه. این یک اتهام ناجوانمردانه به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هست که بیشترین زحمت رو برای امنیت منطقه از جمله امنیت آبراها کشیدن. رونمایی از چنته خالی آمریکایی‌ها. فرمانده کل سپاه در آیین بزرگداشت استاد تراز انقلاب اسلامی در دانشگاه امیرکبیر سیاست‌های آمریکا در جهان رو خوشگیده خوند و گفت آمریکایی‌ها حتی راهبردی برای اصلاح راهبردهای خود ندارند.
سردار سلامی به تهی بودن تهدیدهای اخیر آمریکایی‌ها در فضای رسانه اشاره کرد و گفت سیاست آمریکایی‌ها در برابر مقاومت و اراده ملت ایران به بن‌بست رسیده و اونها هرچه در چنته داشتن رو کردن، اما به نتیجه این نرسیدند. سلامی مقاومت رو تنها راه پیروزی در برابر سیاست‌های آمریکا دونست و گفت پیروزی بسیار نزدیکه. نگرانی جهانی درباره تهدید ترامپیسم. دبیر شورای عالی امنیت ملی که برای حضور در اجلاس نمایندگان عالی امور امنیتی کشورهای جهان در روسیه به سر می‌برد گفت همه کشورهای حاضر در این اجلاس دیدگاه مشترکی درباره تهدید بودن آمریکا برای نظام و امنیت بین‌الملل دارند. شمخانی در حاشیه این اجلاس دیدارهای جداگانه‌ای هم با مقامات امنیتی ازبکستان، افغانستان، ونزوئلا، ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و سریلانکا داشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار همتای روسش به بررسی که آخرین تحولات پرونده سوریه پرداخت و دو طرف خواستار جلوگیری از مداخله مخرب آمریکا در این کشور شدند. قدردانی از عوامل راهیان نور. در مراسمی از مدیران ستادی و عوامل میدانی فعال در حوزه رسانه‌ای راهیان نور تشکیل شد. رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس در این مراسم با تشکر از همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با راهیان نور گفت رسانه ملی با برنامه‌سازی‌هایی که داشته پرچم‌دار این حرکت ملی بوده. در این مراسم نامه تشکر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از رئیس رسانه ملی هم قرائت شد. دست‌های آلوده محمد بن سلمان در قتل خاشقچی رو شد. گزارشگر سازمان ملل در پرونده قتل روزنامه‌نگار عربستانی منتقد آل سعود خواستار برگزاری نشست شورای امنیت درباره این ترور شد. اگنس کالامارات بعد از گذشت حدود 9 ماه از این قتل فجیع که به دست عوامل حکومتی آل سعود در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه انجام و با محکومیت بین‌المللی مواجه شد، خواستار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از جمله توقیف دارایی‌های او شد و اعلام کرده سعودی‌ها کمکی به تحقیقات سازمان ملل درباره این قضیه نکردند که هیچ تا تونستن در مسیر اجرای عدالت کارشکنی هم کردن. What I do have is evidence suggesting that the responsibilities of مدارکی که دارم نشان می‌دهد به طور مشخص ولیعهد سعودی در این قضیه مسئولیت دارد. دلیل اصلیش هم این است که مقامات دخیل در قتل به صورت مستقیم به او گزارش دادند. وزیر خارجه ترکیه که کشورش از همون ابتدا خواستار پاسخگویی ریاض درباره این جنایت بی سابقه شده بود هم اعلام کرده از گزارشگر سازمان ملل درباره قتل خاشقچی حمایت میکنه. و گرد همایی اندیشمندان و رهبران دینی پنج قاره در وین. اندیشمندان شرکت کننده از پنج قاره در کنفرانس بین‌المللی همکاری بین مذهبی و تمدنی تا همبستگی انسانی که به میزبانی جمهوری آذربایجان و اتریش در وین برگزار شد بر ضرورت مبارزه با تعصب، نژادپرستی و اسلام حراسی تاکید کردند. مهمترین نکته‌ای که ما عنوان کردیم اینجا نکته‌ای بود که مقام معظم رهبری در پیامشون به جوانان اروپا مطرح کرده بودند بازگشت به نصوص دینی و گرفتن اطلاعات دینی از منابع اصلی و نه توجه کردن به گفته‌های دیگران. ده سال از خطبه تاریخی و مهم رهبر انقلاب در 29 خرداد سال 88 میگذره. خطبه‌ای که به اعتراف دوست و دشمن نقطه عطفی بود در فضای ملتهب آن روزها و بسیاری از غبارها را زدود و با روشنگری از اهداف پشت پرده دشمنان در پوشش حوادث پس از انتخابات پرده برداشت. در سالگرد تاریخی این خطبه گزارشی ببینید در این باره. Ya Allah, 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 Ya Allah,
یک مطلب خطاب به عموم ملت عزیزمان. حرف من عبارت است از یک دنیا تجلیل و تعظیم و تشکر. این انتخابات عزیزان من برای دوستان شما در اکناف عالم یک جشن واقعی بود، برای دشمنان شما یک زلزله سیاسی بود. وقتی اعتراض بعضی از نامزدها رو دیدن، ناگهان احساس کردن یک فرصتی پیش آمد براشون، این فرصت رو مغتنم شمردن تا بتوانن موج سواری کنن. مسئله این است که اینها دانسته یا ندانسته کشور رو به یک چالش عظیم کشوندن به نفع دشمنان. یه دعوای انتخاباتی رو تبدیل کردن به دعوای با نظام. این یه جریان خاصی است، جریان جدیدی است، اینو باید شناخت. دعوای شخصی که ما با کسی نداریم. این آقایونی که در انتخابات این جنجال رو راه انداختن، من در نماز جمعه گفتم، اینا گفتم، اینا همه افراد خودی ما بودن، کسانی بودن که ما سالها با هم کار کردیم، با اینا اختلاف شخصی نداریم، مشکل شخصی نداریم. مسئله این است که اینها دانسته یا ندانسته کشور رو به یک چالش عظیم کشوندن به نفع دشمنان، به نفع آمریکا. And optimism into the political process. I would say to them that the world is watching and inspired. من می توانم بگویم جهان نظاره‌گر شماست و از حضور شما الهام می گیرد، صرف نظر از اینکه نتیجه نهایی انتخابات چه بوده است. آنچه می توانم بگویم این است که به نظر می رسد ما شاهد بروز احساسات مردمی بودیم که این چنین امیدوار، دخیل و متعهد به دموکراسی بودند و اکنون حس می کنند با آنان خیانت شده است. یه چیزی به من یکیشون نوشته بود، من پیغام دادم، جواب اون کاغذ رو ندادم البته، اما پیغام دادم، گفتم شما اینا رو جواب بدید. وقتی که از شما دستگاه‌های آمریکا، آمریکایی، اسرائیلی صریحاً حمایت کردن، گفتن اینا از ما هستن، چرا شما اعلامیه ندادید، بیانیه ندادید، نگفتید که نخیر ما از اسرائیل و آمریکا بیزاریم؟ The young people raised their voice. اجازه بدید جوانان ایرانی صداشون رو برای آزادی و موضع مثبت در جهان بلند کنن. اجازه بدید زنان ایرانی صداشون رو بلند کنن. من واقعا نمیدونم کدوم یک از این دو زودتر از بین خواهد رفت، برنامه غنی‌سازی اونها یا نظام اونها، اما من امیدوارم نظام جمهوری اسلامی زودتر از بین بره. خب نشانش هم همینه، نشانه واضحش این، البته نشانه‌های زیادی داره که می‌بینیم همین دشمنان صریحاً استقبال کردن از این وضعیت. کنگره آمریکا با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای رو در حمایت از خواست مردم ایران و محکوم کردن رفتار خشن با تظاهرکنندگان به تصویب رساند. قانونگذاران آمریکایی همچنین تحریم سنگین فروش بنزین را آمادگی فعال کردن دارند. 405 نفر رأی موافق و یک نفر رأی مخالف. سناتور جان مکین یکی از تنظیم کنندگان طرح می‌گوید تظاهرات در تهران و دیگر نقاط ایران آغاز پایان حاکمیت روحانیون افراطی است و من معتقدم مردم ایران تا اثبات و احقاق حقوق خود به آن ادامه می‌دهند. هرچند نمی‌دانم چقدر طول خواهد کشید، اما زیاد طول نمی‌کشد که مردم ایران از جامعه‌ای بسیار بازتر برخوردار باشند. نقل شد از قول رئیس جمهور آمریکا که گفته ما منتظر چنین روزی بودیم که مردم به خیابان‌ها بریزن. از اون طرف نامه بنویسن، اظهار علاقه به روابط کنن، ابراز احترام به جمهوری اسلامی بکنن، از این طرف این حرفا رو بزنن. کدومو باور کنیم ما؟
از مایک پنس، سومین جمهوری خواه بلندپایه مجلس نمایندگان آمریکا میپرسم، شما با توجه به سخنان آیت الله خامنه ای در نماز جمعه فکر میکنید رهبر نظام موقعیتش رو به تحکیم است یا تضعیف میشود؟ اما من با مشاهده تحولات یک هفته گذشته امیدوارم تلاش‌های مردم سرآغاز یک شروع تازه برای کشور ایران باشد و غالباً امیدوارم آغازی نوین برای آمریکا نیز باشد. رقابت در بین نامزدهای ریاست جمهوری به نگاه ما، به عقیده ما، یک رقابت درون خانوادگی است. گاهی به عصبانیت هم میکشه، دو برادر هم ممکنه در مقابل هم قرار بگیرن داخل خانواده. به دشمن چه ربطی دارد؟ من از طرف فتنه‌گرا همون وقت در یه سخنرانی عمومی تو حسینیه من گفتم که آمریکایی‌ها اسم موسوی را آورده بودن. من گفتم که اسم نیاوردم، من گفتم حالا رؤسای رئیس جمهور آمریکا و دستگاه‌های آمریکایی از افراد اسم میارن میخوان بگن که بین اینا از ما هستن. نه آقا، اینا از شما نیستن. من از طرف اینا گفتم، خودشون نگفتن. اسم بعضیا رو میارن به عنوانی که ما مدافع اونها هستیم، دروغ میگن، مدافع اونها هم نیستن، قصدشون ایجاد اختلاف است، قصدشون ایجاد بدبینی ملت ایران و نخبگان ایران نسبت به یک دیگر است. دروغ میگن. این جریانی که روز عاشورا توی خیابان میاد یا در 16 آذر توی خیابان میاد، این اون جریان نیست. اگر ما اینا رو با هم مخلوط کردیم دچار اشتباه میشیم. For months, the Iranian people have sought nothing more than to exercise their universal rights. Each time they have done so, they have been met with the iron fist of brutality, even on solemn occasions and holy days. What's taking place within Iran is not about the United States or any other country. It's about the Iranian people and their aspirations for justice and a better life for themselves. ماها تلاش دیپلماتیک آمریکایی‌ها در نهایت این پنج عضو دائم شورای امنیت را برای تشدید تحریم‌های جدید علیه ایران متحد کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل راضی از این پیروزی دیپلماتیک، تصویب این تحریم‌ها را نتیجه عملکرد تهران دانست. With the passage today of 1929, the Iran sanctions regime now becomes the strongest, most comprehensive sanctions regime in the world today. این نخستین قطعنامه ای است که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما علیه ایران تصویب می شود. او با لحنی متفاوت از ماهای نخست ریاست جمهوریش گفت این پیامی است شفاف برای مقامات ایران. Of course, and I'm convinced that the regime will not survive. I don't think that they'll be able to succeed. خیال کردن ایرانم گرجستانه. یک سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی چند سال قبل از این طبق ادعای خودش که در رسانه‌ها در بعضی از مطبوعات نقل شد، گفت من 10 میلیون دلار خرج کردم در گرجستان، انقلاب مخملی را انداختم، حکومتی را بردم، حکومتی را آوردم. I would like to bet that the Iranian regime will not be there in a year's time. احمقا خیال کردن جمهوری اسلامی ایران، این ملت عظیم، با کجا مقایسه میکنید ایران رو؟ مشکل دشمنان ما این است که ملت ایران را هنوز هم نشناختند. توی هر بنایی ستون‌های اصلی باید وجود داشته باشه که هر چیزی رو بشه به اونا متکی کرد. اگر یه جایی هم سسته با تکیه به اون ستون بتوانه سر پا بیاید.
ستونهای اصلی تو جامعه بایستی محکم باشه. ستون اصلی کیان؟ رئیس فلان اداره ستون اصلیه؟ نه. پیشنواز فلان مسجد لزوماً ستون اصلیه؟ نه. ستون اصلی ایمانهای آدمایی است که صادقانه و از روی بصیرت قضیه رو فهمیدن و پاش وایسادن. اینا ستون اصلی. روح عرفان و حماسه مشعل صبح بصیرت، خانه خورشیدی دل مهد یاران ولایت، از خراسان تا کهندش، از خلیج فارس تا ری، از تو مانا صبح بهمن، از تو پایا سولت دل. این چیزایی که داره اتفاق میفته، یعنی اتفاق افتاد، برای انقلاب ضرر نبود. اینو شما ببینید، این واکسینه کرد انقلاب، اما در نهایت شکست با اون کسانی است که در مقابل انقلاب سینه زدند. اشراق و شهودی مطلع عین الیقینی، مردمستان حماسه خطه ایران زمین. از سناریوی تکراری رفتارهای هنجارشکن در خیابانها تا دلیل واقعی یک خودکشی در داغهای مجازی امشب 23. سلام. داغهای مجازی امشب یک فیلم رو از زوایای مختلف نشون میده. فیلمی که توسط مردم به دست ما رسیده و پشت پرده یک خبر رو حکایت میکنه. البته مردمی که این فیلم رو کامل دیدن از یک سناریوی برنامه ریزی شده صحبت میکنن. دیروز فیلمی از یک خانم در حال درگیری با فردی در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشود. فیلمی با این جمله مشترک: برخورد خشن مأمور نیروی انتظامی با شهروندی که بدون روسری در گلسار رشت پیاده روی میکرد. این خبر بلافاصله در برخی شبکه‌های اجتماعی ضد انقلاب هم انعکاس داشت، اما واقعیت این اتفاق امروز توسط مردم بومی گلسار روایت شد. دیشب توسط مردم این منطقه با پلیس تماس گرفته می شود که فردی در وسط خیابان و با حالت غیر عادی موجب مزاحمت مردم شده. ابتدا توسط مردم با او برخورد می شود. و سپس با حضور نیروی انتظامی پلیس با این شخص صحبت می کند که البته به پلیس هم تعرض می کند. حالا این زن که توسط پلیس دستگیر شده از آن شب میگوید. چند سال دادی بود؟ از کجا اومدی؟ 35 سالم از کرج. من شرایطم نرمال نبود، حال خوبی نداشتم. انگار شوکه. یه بطری یک نیم لیتری آب معدنی. هر کسی که رد میشد درخواست میکردم یه موزیک پخش کنه که مثلا من حالا یک دقیقه برقصم. من حتی جلوی ماشین نیروی انتظامی هم گرفتم برای این کار. اگه یک کشور دیگه ای بود من مطمئنم اونجا هم با اینجور شرایط مخالفت 100% می شد. به نظر من کار زننده یه واقعا باید اینجور موانع رو باید اینجور مسائل رو باید جلوگیری بشه. به باور کاربران شبکه‌های اجتماعی این رفتار نمی‌تواند بدون برنامه و از پیش طراحی شده نباشد. به خصوص وقتی که این فرد دیگران را هم تشویق به مقابله می‌کند. به گفته این کاربران به نظر می‌رسد یک سناریوی برنامه‌ریزی شده پشت این ماجراست که تلاش می‌کند برخی رفتارهای هنجارشکن را به مرکز خیابان بکشاند. این قسمت پل هوایی هیچ حفاظی. یک دختر جوان بجنوردی هنگام عبور از پل عابر پیاده برای فرار از آزار و اذیت سه مرد خودش را از پل به پایین پرتاب می کند. خبر بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی به همراه فیلم منتشر می شود. بلافاصله هم قلم‌های شروع به تحلیل و بررسی می کنند. اینکه چه اتفاقی موجب سقوط این فرد شده را پلیس توضیح می‌دهد. این خانم در روی پل بوده، هیچ کسی در اونجا حضور نداشته. این موضوع رو من شخصا از این خانم سوال کردم، ایشون گفتن که تحت هیچ شرایطی کسی مزاحم من نبوده، من هم مزاحم کسی نبودم و اونجایی هم که من خودم رو پرت کردم کسی حضور نداشت. بررسی‌هایی که صورت گرفت و آنچه که این خانم خودشون عنوان کردن، خانواده‌اش رو عنوان کردن، دچار اختلالات روانی بوده که بر اثر همین هم اقدام به خودکشی کرده بود که الحمدلله الان
حال عمومی وی خوب هست و مراقبت های پزشکی داره صورت میگیره. رئیس جمهور امریکا بار دیگر به میان رسانه ها آمد تا به مردم ایران توهین کند. او ایرانی ها را ملت تروریست نامید. سپس گفت ما ایرانی ها را به روزی در آوردیم که دیگر مرگ بر امریکا نمی گویند. ترامپ بعد از این صحبت ها بلافاصله بازخوردش را در شبکه های اجتماعی دید. وقتی فضای مجازی پر شد از این جمله: بنده خدا ظاهرا خیلی دلتنگ این جمله شده، دوستان یه همتی کنن این پیرمرد رو از دلتنگی در بیاریم. مرگ بر آمریکا، مرگ به لنگ تو. خیلی ها البته به صفحه ترامپ در اینستاگرامش سری زدن و آنجا به زبان انگلیسی مرگ بر آمریکا نوشتن. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما. خیلی ممنونیم از همراهیتون. شب خوب و خوشی داشته باشید. تا فردا، خداحافظ.